حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. سناتور جکی روزن، عضو مجلس سنای آمریکا. تحریم‌ها برای پاسخگویی ایران به خاطر اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش از جمله حمایت از نیابت‌های تروریستی حیاتی بوده است. با توجه به اینکه ایران بیش از همیشه به سلاح هسته‌ای نزدیک شده است، مفتخرم که به همکارانم در ارائه قوانین دو حزبی که بر رژیم ایران فشار وارد می‌کند بپیوندم. سوزی لی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا. علی‌رغم تلاش‌های آمریکا و متحدان ما برای بهبود ثبات و همکاری منطقه‌ای در خاورمیانه، ایران که حامی و صادرکننده تروریسم است، نه تنها همسایگان خود بلکه ثبات جهانی را در کل تهدید می‌کند. کنگره صرف نظر از گرایش حزب سیاسی باید محکم در برابر سرکوب وحشیانه رژیم ایران بر مردم خود، تأمین مالی تروریست در خارج از کشور و پیگیری گستاخانه برای سلاح‌های هسته‌ای بایستد. آماندا بنت، مدیر اجرایی آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده. در ایران دولت در حال تشدید سرکوب خود علیه رسانه‌های مستقل و شهروندان خود با ادامه عملیات نفوذ مخرب خارجی است، اما این مانع نشد و خبرنگاران آزاد بدون ترس اعتراضات تاریخی پس از مرگ امینی در سال 2022 را با تعداد مخاطبانی که رکورد زد پوشش دادند و حتی زمانی که رژیم ایران در جریان این اعتراضات به شدت اینترنت را مسدود کرد، از هر 4 بزرگسال ایرانی یک نفر از ابزارهای دور زدن پشتیبانی شده برای دسترسی به اطلاعات استفاده می‌کرد. داگ لامبورن، عضو کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا. خرسندم که قانون پر کردن خلأهای تحریم سپاه پاسداران را معرفی کند. این لایحه رئیس جمهور را ملزم می‌کند فهرست‌های تحریم ایران را بررسی کند و قوانین موجود را شفاف کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ فرد وابسته به سپاه پاسداران نتواند از تحریم‌ها تفره برود یا آن را دور بزند. ما باید در کنار مردم ایران باشیم. سناتور جیمز لانگفورد، عضو کمیته امنیت داخلی سنای آمریکا. ایران همچنان بزرگترین تهدید در خاورمیانه است. پرزیدنت بایدن باید سیاست قدرت را برای توقف رفتار ایران اعمال کند.